سلام و درود هموطنان عزیزم. 11 تیر ماه 1402، دوم جولای 2023، 130مین روز تحسن ما بعد از 72 روز اعتصاب قضا و 2 هفته در بیمارستان بستری بودن. 7مین روز تحسن هموطنان عزیزمون در سوئد و 280مین روز تحسن هموطنانمون در وین. در مقابل وزارت خارجه بریتانیا با پشتوانی شما مردم، بر اساس عهدی که با شما بستیم و تعهد کردیم که بر اون خواهیم ماند، با انرژی شما چون کوه اینجا ایستادیم تا فریاد شما رو فریاد کنیم، تا فریاد شما رو در گوش رهبران غربی فرو کنیم و فریاد کنیم سپاه پاسداران، این نهاد ضد بشری، این نهاد تروریستی باید در سر جای درست خودش، یعنی لیست سیاه سازمان‌های تروریستی بریتانیا قرار بگیره. 1 میلیمتر هم عقب نشینی نخواهیم کرد. دوستان، دیروز زادروز مهدیس حسینی بود، یکی از شهدای راه آزادی. امروز زادروز پیمان منبری و سعید یعقوبیه. مهدیس حسینی 17 سالش بود که دیروز زادروزش بود. پیمان منبری 26 سالش و سعید یعقوبی 38 سالش. فردا زادروز سارینا اسماعیل زاده، اونم 17 سالش بود. اینا جونشون رو، خونشون رو، بهترین چیزی رو که یک انسان میتونه داشته باشه رو برای آزادی من و شما فدا کردن. این خطی رو که این رو بارها تکرار کردم که سارینا، مهدیس، پیمان، سعید و هزاران شهید راه آزادی دیگه با خونشون ترسیم کردند، نمیشه رو این خط را رفت. یا باید این ورش وایساد و پشت سر اینا ایستاد و راهشون رو ادامه داد، یا باید اون ورش ایستاد کنار خامنه ای و مزدوران و اعوان و انصارش. بنابراین راهمون مشخصه، مسیرمون مشخصه، مبارزه تا پیروزی راهی که از خیابون میره. و فریادمون و قسممونم چیه؟ همینه. قسم به خون یاران، قسم به خون مهدیس، قسم به خون سارینا، قسم به خون تمام این شهدا، قسم به خون یاران، ایستاده ایم تا پایان. Good morning, 2nd of July 2023, day 130 of our sit-in protest after 72 days hunger strike and 2 weeks in hospital. We are still here in front of Foreign Office. Same demand, same request from our government. As we repeated from the day one, we ask our government, we ask our Prime Minister, Mr. Rishi Sunak, to stand strong in front of the terrorist and place IRGC, Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps, where they belong to, on the list of terrorist organizations. Because they only understand this language, because they only understand the language of pressure, because they only understand strong leadership, and we need to show them this. Appeasement policy, Mr. Sunak, Mr. Cleverly, would not work. Didn't work for past 44 years and will never work. So stop appeasing the terrorists and stand strong in front of them and place IRGC, where they belong to, on the list of terrorist organizations. Thank you.